گر خواهی شادی وجد حقیقی عیسی را در دل بپذیر گناهت پاس سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر وجد حقیقی را در شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست واکنش یک مسیحی به هنگام عصبانیت واکنش یک مسیحی به هنگام عصبانیت دوست خوب من آیا شما انسانی هستید که زود عصبانی میشید یا به قول ما فارسی زبانان زود از کوره در میرید؟ آیا شما انسانی هستید که باز به قول ما فارسی زبانان فیوز صبرتون کوتاه و تا موردی برخلاف خاصتون پیش میاد اوقا به پا میکنید و یا اینکه وقتی کسی یا چیزی به نوعی اذیتتون میکنه زود جوش میارید و میگید اعصابمو خورد کردی دوست خوب من توی فرهنگ فارسی برای معرفی یک انسان کم تحمل انسانی که روی واکنش خودش در مقابل حرفهای ناحق و ای که به او میزنند و یا در مقابل شرایطی که او فکر میکنه حقش پایمال شده هیچ کنترل سالمی نداره اصطلاحات زیادی وجود دارند برای مثال زود از کوره در رفتن فیوز صبر کوتاه داشتن زود جوش آوردن اعصابم خورد شده و از این نمونه اصطلاحاتی که ما روزانه میشنویم به نظر شما دیگه چه اصطلاحی در زبان فارسی معرف درستی از یک انسان کم صبره؟ دوست خوب من خداوند ما انسان ها را به صورت موجوداتی که نیاز به زندگی کردن در اجتماع را دارند خلق فرموده هیچ انسانی نمیتونه تمامی عمر خودش را به تنهایی به سر ببره و بگه که من هرگز با هیچ انسانی در تماس نخواهم بود و یا بگه که من هرگز با هیچ انسانی برخورد نخواهم کرد زندگی در هر جامعه ای با انسان های دیگه مستلزم اینه که ما بدونیم چطور در محدوده سالم و قانونی با دیگران زندگی کنیم به هر حال از اونجا که هر انسانی دیدگاه و سلیقه خاص خودش را داره و همیشه با دیدگاه و سلیقه ما هماهنگ نیستند این میتونه مسئله ساز بشه مخصوصا زمانی که ما فکر می حتما دیدگاه و یا سلیقه ما در هر موردی بهترینه در یک چنین شرایطیه که ما میتونیم زود عصبانی بشیم و واکنش های خطرناکی از خودمون نشون بدیم. اما ببینیم کلام خدا برای کمک به ما در نشون دادن یک واکنش صحیح که شایسته یک ایماندار به عیسی مسیحه چه دستوری داره عزیزان تصور کنید که شما روزی در محیط کاریتون هستید و یه نفر دیگه هم که با شما همکاره ناگهان شما را با کلمات رکیک متهم به انجام عملی میکنه که حتی روح شما هم از اون خبر نداره شما در لحظات اولیه خشکتون میزنه و در بهد زدگی در حالی که دارید به کلمات ناپسند و اتهامات همکارتون گوش میکنید از خودتون میپرسید چی شده مگه من چی کار کردم چرا این یارو اینقدر عصبانیه چرا ایشون اینقدر بی ادبانه با من صحبت میکنه شما پیش خودتون تصور میکنید تا اونجایی که من میدونم من هیچ کار اشتباهی انجام ندادم که شایسته شنیدن این حرف ها از این همکارم باشم خلاصه عصبانیت اون شخص را نسبت به خودتون کاملا ناحق و غیر ضروری میدونید توی لحظات بعدی اگه تا این لحظه واکنشی نشون نداده اید، احتمالا پیش خودتون میگید اشتباه یا سوء تفاهم بزرگی پیش اومده حتما ایشون مرا با شخص دیگه اشتباه گرفته حتما یه نفر دیگه کاری کرده که این طور این شخص را به خشم آورده و حالا او داره به من این حرفا را میزنه دوست خوب من این طور حوادث خیلی زیاد توی زندگی هر کدوم از ما به وقوع می پیوندند. حق یا ناحق در طول زندگی وقتی ما در میان انسانهای دیگه زندگی می کنیم حتما برخورد، سوء تفاهم و اختلاف سلیقه به وجود میاد. این جور مواقعی که ما باید زود به خودمون بیاییم و به یاد بیاریم که واکنش ما به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح در اون موقعیت باید چطور باشه خیلی آسونه که ما هم با شنیدن حرفهای رکیک و یا متهم شدن به انجام عملی که مرتکب اون نشده ایم زود جوش بیاریم و ما هم شروع به بکار بردن کلمات زشت کنیم و درست مثل شخص عصبانی که با ما درگیر شده ما هم به او بد و بیراه بگیم ولی کلام خدا به ما ایمانداران به ایسای مسیح اینطور یاد نمیده خداوند ما خداوند محبت او حتی دشمنان خودش را هم دوست داشت و همیشه هم به اونها محبت می کرد. خداوند ما عیسی مسیح خداوندیه که هیچ کسی هرگز از او حرف زشتی نشنید. عزیزان وقتی ما به عیسی مسیح ایمان قلبی میاریم او نه تنها گناهان ما را کاملا میامرزه او نه تنها به ما حیات ابدی در نزد خودش در بهشت را هدیه میکنه بلکه روح مقدسش در ما سکنا میگزینه و تا روزی که ما زنده هستیم در وجود ما با ما زندگی میکنه ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همیشه این محبت عالی را به یاد داشته باشیم که در ایمانمون به عیسی مسیح ما دیگه برای خودمون زندگی نمی کنیم بلکه ما اجازه میدیم تا روح القدس روح خداوند که در ماست ما را در تصمیم گیری ها در گفتار و اعمالمون هدایت کنه وقتی ما به عنوان یک مسیحی متعهد به پیروی از خداوندمان عیسی مسیح در میان انسانهای دیگه زندگی می کنیم، از انتقاد و مورد نفرت قرار گرفتن اونها مسون نیستیم ولی عزیزان ما خداوند روح القدس را در خودمون داریم که کارش هدایت ما و کمک ماست اگه به او اجازه عمل کرد بدیم ببین دوست خوب من مثلا وقتی ما با شخصی روبرو میشیم که به هر دلیل از ما عصبانیه و داره بهمون بد میگه و تهمت میزنه روح القدس یکی از تعالیم عالی خودش را به ما یادآور میشه روح القدس به ما کمک میکنه تا ما آیه یک در فصل پانزده کتاب امثال را به یاد بیاریم این آیه در کلام خدا می‌فرماید جواب ملایم خشم را فرو می نشاند اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. آمین جواب ملایم خشم را فرو می نشاند اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. عجب پند مناسبی دوست خوب من ما به عنوان یک انسان امکان نداره که در تمام طول عمرمون هرگز عصبانی نشیم این یک واقعیتی که بعضی مواقع و در بعضی شرایط حتی ما ایمانداران به عیسی مسیح هم عصبانی میشیم ولی مهم اینه که ما با عصبانیتمون چیکار میکنیم دقت کنید خشم و آقا تلخی درست و به حق هم وجود داره ولی ما ایمانداران به عیسی مسیح باید یاد بگیریم با اون خشم به حق خودمون چیکار کنیم یا چطور اون خشم به حق خودمون را نشون بدیم عزیزان شاید شما در اینجا سوال کنید منظور از خشم بر حق چیه دوست خوب من وقتی ما به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح شاهد گناه افتضاح آوری فساد اخلاقی بسیار فجی و یا بیعدالتی ظالمانه در جامعه هامون میشیم در ما خشم به حق به وجود میاد وقتی ما زندگی منجی خودمان عیسی مسیح را در اناجیل مطالعه می کنیم می بینیم که حتی او هم خشم به حق را زمانی که در جامعه با انسانهای دیگه زندگی می کرد تجربه نمود. یک نمونه بارز از خشم به حق عیسی مسیح را در کلام خدا در انجیل مرقس فصل 3 و آیات یک تا 5 مطالعه می کنیم. من این قسمت از کلام خدا را در انجیل مرقس فصل سه و آیات 1 تا 5 خدمت شما قرائت می کنم. در کفرناهوم عیسی بار دیگر به کنیسه رفت و در آنجا مردی را دید که دستش از کار افتاده بود آن روز شنبه بود به همین دلیل مخالفانش مواظب بودند تا اگر آن مرد را در آن روز شفا بخشد این موضوع را بهانه ای قرار دهند و او را متهم کنند به اینکه دستورات مذهبی را زیر پا می گذارد عیسی از آن مرد خواست که در مقابل همه بیستد سپس رو به مخالفانش کرد و فرمود به نظر شما روز شنبه برای چیست؟ برای نیکی کردن است یا برای بدی کردن؟ برای نجات دادن جان است یا برای حلاک ساختن آن؟ هیچ کس حرفی نزد. ایسا که از سنگدلی آنان به خشم آمده بود، نگاهی قذبالود بر ایشان انداخت و به آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. مرد دستش را دراز کرد و همان لحظه شفا یافت. آمین. پس در اینجا یک نمونه به حق از خشم به حق خداوند عیسی مسیح را در مقابل سنگدلی انسان ها می می‌بینیم. نمونه دیگری از خشم به حق خداوند عیسی مسیح را ما در انجیل متا فصل 21 و آیات 12 و 13 مطالعه می کنیم. در این قسمت از کلام خدا میخوانیم در آنجا عیسی به داخل خانه خدا رفت و کسانی را که در صحن خانه خدا خرید و فروش میکردند بیرون نمود و میزهای صرافان و بسات کبوتر فروشان را برهم زد عیسی به ایشان گفت کتاب آسمانی می‌فرماید که خانه من خانه دعاست ولی شما آن را خانه دزدان ساخته اید آمین یک بار دیگه در این قسمت از کلام خدا می بینیم که خداوند و منجی ما ایسای مسیح با مشاهده این عمل که دیگران خانه خدا را مبدل به محل داد و ستد کرده بودند، خشم به حق درش به وجود میاد عزیزان و باز هم نمونه دیگری از خشم به حق عیسی مسیح را ما در کلام خدا انجیل متا فصل 23 و آیات 1 تا 39 مطالعه می کنیم. من به علت کمبود وقت شما را تشویق می کنم تا در مطالعات شخصی خودتون این قسمت از کلام خدا را مورد بررسی قرار بدید تا با خشم به حق به خوبی آشنا بشید. دوست خوب من لطفا دقت بفرمایید بعضی مواقع عصبانی شدن ما از دیدن اون وقایعی که خداوند را عصبانی میکنه بجاست ما به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح باید از دیدن اعمال گناه آلود، فساد اخلاقی و بی‌عدالتی ظالمانه دیگران عصبانی بشیم اما واکنش ما باید مثل یک مسیحی باشه ما نباید واکنش عملی و گفتاریمون مثل کسی باشه که عیسی مسیح را نمیشناسه به یاد دارید که کلام خدا به ما گفت جواب ملایم خشم را فرو می نشاند اما جواب تند آن را برمیانگیزاند. دقت کنید در بیشتر موقعیت هایی که در ما خشم به حق به وجود میاد جواب ملایم ما خیلی موثرتر از هر عکس عمل دیگه‌ای که انجام بدیم عزیزان من با اشاره به تعلیم بسیار بجا و سازنده دیگری در ارتباط با خشم به حق در کلام خدا این مطالعه را به پایان میبرم در کلام خدا در کتاب یعقوب فصل یک و آیات نوزده و بیست چنین میخوانیم. برادران عزیز به این نکته توجه کنید بیشتر گوش بدهید کمتر سخن بگویید و زود خشمگین نشوید زیرا خشم نمیگذارد آنطور که خدا میخواهد خوب و درست کار باشیم آمین عزیزان از شما دعوت می کنم تا با خداوند گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم که مرا آفریده ای و خود از تمام خصلت های من به خوبی آگاهی. خداوند تو خود میدانی که من ضعف بسیار بزرگی را در خودم نگه داشته ام. اون ضعف بزرگ من اینه که وقتی اجازه میدم تا حرف کسی و یا عمل کسی مرا تحت تاثیر قرار بده متاسفانه از احساسات انسانی خودم پیروی میکنم و زود جوش میارم از کوره در میرم و من هم بدگویی میکنم خداوند من به این ضعف خودم اعتراف میکنم به من کمک کن تا وقتی کسی با من موافق نیست یا حتی نسبت به من بیادبی میکنه و یا حتی به ناحق به هم تهمت میزنه به یاد بیارم که من در ایمانم به تو عیسی مسیح کی هستم؟ به من کمک کن به یاد بیارم که تو مرا بخشیده ای و حال می خواهی که من هم همه را مثل تو دوست داشته باشم و ببخشم به من کمک کن به یاد بیارم که تو با روح مقدست در من زندگی می کنی و مشتاقی تا به من کمک کنی خداوندا به من کمک کن تا در اون لحظاتی که میتونن موجب عصبانیت من بشند به تو اجازه بدم تا کلام مقدست را به یاد من بیاری به من کمک کن تا بتونم در پیروی از کلام تو و به یادآوری از نحوه زندگی تو بیشتر گوش بدهم کمتر سخن بگویم و زود خشمگین نشوم خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا مرا از خودسری، عصبانیت و سماجتم آزاد کن. خداوند در این لحظه زبان من را با روح مقدست لمس کن تا زبان من موجب برکت دیگران و جلال نام قدوس تو باشه. من تمام این درخواست ها را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم آمین خدا را شکر شنوندگان عزیز چنانچه شما امروز به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید خوشحال میشم تا از شما بشنوم با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما آمین